من شبی, من شبی در کوزه من شبی در کوزه می نور یزدان یافتم من شبی در کوزه می نور یزدان یافتم این عجب من چه نوری در چه بحران یافتم ای که عمر نازنین بر مال دنیا باختی ای که عمر نازنین بر مال دنیا باختی من ز جام ساقیان گنج سلیمان یافتم چون به آب دجله نیکی رها کردم شبی چون به آب دجله نیکی روان کردم شبی صد هزاران بهتر از آن در بیابان یافتم ای که بر یک لغم نان مهر وطن بفروختی ای که بر یک لغمه نان مهر وطن بفروختی صد هزاران بهتر از آن در بیابان یافتم تو گلوی ماه را در ریسمان انداختی من به هر جا پانهادم ماه تابان یافتم تا به ره دیدم شبی میخاره ای بس تنگ دست تا به ره دیدم شبی میخاره بس تنگ دست شام خود را بر یتیمی داد ای ایمان یافتم همچو حیوان دیدم آدم های بسیار ای دریق همچو حیوان دیدم آدم های بسیار ای دریق مهر انسانی ولی در ذات حیوان یافتم من ندانم داغ مهر جان مازت گر بجاس از چه بر پیشانیت نقشیز شیطان یافتم از چه بر پیشانیت نقشیز شیطان یافتم من که بس تلخی چشیدم زین گزند روزگار با کلام آذر اما اندکی جان یافتم با کلام آذر اما اندکی جان یافتم به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایی که هم میهنانی که این برنامه را در هر کجای جهان که هستند میبینند برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. شاعری که در آغاز برنامه شنیدید از مسعود آذر بود شاعری که بسیار نکته سنج و دقیق و امروزی می شنوندگان امروز در ببخشید بینندگان شنوندگان چون به هر حال بیننده ها شنوندم هستن امروز در بررسی خبرها خب درسته بسیاری از دوستان میگن خب این خبرها رو جاهای دیگه هم گفتن ولی ما بررسی میکنیم ما خبر نمیخونیم خبر رو تفسیر میکنیم در بررسی خبرها به خبری رسیدم که عبدالله حاج صادقی نمیشه تو فامیلی اینا حاجی و مشدی و کربلایی و اینا نباشه هست دیگه. چون اینا اصلا لباسشون دکانشون مغازهشون همه چی همین حاجی و نمیدونم مشدی و کربلایی و غیره آقای حاج عبدالله عبدالله حاج صادقی جان سمت رو گوش بدید جانشین نماینده خامنه ای ولی فقیه نماینده خدا در روی زمین دنباله امامت و و و در سپاه پاسداران ایشون نماینده جانشین خدا در روی زمین در سپاه پاسداران البته جانشین هستن حالا میگه نوکر ما چوکری داشت چوکر ما نوکری داشت در سپاه پاسداران ایشون دیروز سخنان گوهرباری رو ذکر کردن عینا چنین گفت گفت فرمانبری از ولایت فرمانبری از خداوند است خب تموم شد دیگه این که من میگم اینا انقدر هن، انقدر متملقن اصلا ایرانی اصولا به علتی که در درازای تاریخ ضربه خورده تو سری خورده زور شنیده سپری برای حفظ آزادی خودش برای حفظ شخصیت خودش برای حفظ مال خودش برای حفظ ناموس خودش نداشته هنوزم همینه هنوزم در برابر رجال ها و سپاه پاسداران و سپاه بسیجی ها و غیره و آخوند و مخوند و خون همه چی حالا براتون الان ثابت میکنم که ما در هیچ چیزی سپری نداشتیم یعنی نه در زمینه های ناموسی نه در زمین های آزادی نه در زمین های مالی نه در زمین های جانی حکومت قاهر هر کاری میخواست میکرد و اسمش هم میذاش امنیت آزادی و حفظ امنیت و آزادی همگان تا چیز میشه میگفت شما برخلاف خلاف نظم عمومی رفتار کردید به هر روی در درازای تاریخ ما این سایه سنگین ستم و بیداد روی شانه هامون بوده بنابراین یه سپر میخواستیم این ای که هر آن فرود میومد گردنی رو مینداخت یه سپر لازم داشت ایرانی سپرش تملق بود چاپلوسی بود اون موقعی هم که یک شاه خشنی مانند فرض کنید آقا محمد خان یا شاه باز که خونخوارتر از همه بود یا نادر فرق نمی کنه نادر نیتش نیت ملی بود و پاک بود وقتی اینا بودن این ملت فقط از تملق می توانست کنه خودش رو به طرف شاه می سایه خدا اصلا خدا از یه طرف میگن سایه نداره بعد میگن سایه خدا گفتیم خیلی خوب اوضاع عوض شد دیگه حالا جمهوری شد حالا دیگه میشینن دیگه مثل آدم القاب رو به مردم میدن و به اون زور گویان نه اون اون شاه این دفعه ش... تاجش رو عوض کرده کرده امامه و داره همون زورگویی رو میکنه به همین دلیل متملقان نیست همونطور اومدن جلو به ایشون گفتن دنباله ای امامت به خامنه ای جانشین خدا در روی زمین و, و و و و و, از اینا زیاد بر این گفتم حالا این آقا که نماینده جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگه فرمانبری از ولایت یعنی ولی فقیه فرمانبری از خداست شما درست شنیدید همین هنان فرمانبری از خامنه ای رو فرمانبری از خدا گفته الان رو همه فیسبوک ها هست توی روزنامه هم هست همه اکنون من هم توی روزنامه اصل امروز الان خوندم دقیقا خب پس در شگفت نشین برای که در درازای تاریخ این تملق در رفتار و فرهنگ ما نهادینه شده هر وقت تملق زیادی از کسی شنیدی که راجع به یه نفر داره خیلی تملق میگه بدونید که اون آدمی که این داره تملقش میگه یک قلدور زورگوی افسار دارید است و این یا برای اینکه از اونجا پول در بیاره یا اینکه زیر سایه اون باشه یا زیر سایه این تملق جانش رو حفظ کنه و دکانش رو نگه داره این آقا هم همینطور این آقای حاج صادقی شاید مثلا چل سال پیش اصلا خامنه یه دونه آخونچه چه بوده یا دونه جوجه آخون بوده توی مشهد شم فوت میکرده بیداشت جیبش بعد میبردن میفروختن معلوم نیست که بنابراین این جانشین خدا شدن و فرمانبری از امام ولی فقیه فرمانبری از خداست اینا تو همه زورگویی پیدا شد دیگه حالا ما میرسیم به یه مسئله ای که باعث میشه این زورگویی ها و این لاطائلات یه باورمندانی هم داشته باشه حالا در مورد حکومت های قبلی حکومت های شاهانه مثل قاجاریه و غیره و غیره و غیره اینا مردم پوزخند میزدن اگه میگفتن فلان کس خدایگانه مردم بخاره. ولی دین مسئلهش خطرناکتر از اینه دین تو مقص مردم میکنه که آقا اونی که من میگم بیچونه چرا باید بپذیری فرق دین با دانش همینه دیگه دانش میگه اینی که میشنوی از من باور نکن برو تجربه کن شک کن تا به یقین برسی این فرق دینه با دانش دین میگه نه میگه اینی که من میگم تمومه اگر شما دو تا که عشق بریزی در اربعین حسین شما گناه چهل سالت آمرزیده است اینی کی میگه یه ملا میگه یا آیت الله میگه خامنه ای میگه ایکس و میگن یهو هزار یهو یه, یه میلیون و نیم به قول خودشون جانور دو رو میفرستن از اینجا بره کربلا و اون بی نهایت پول تو دامن عراقی بریزن بعد برگردن بیان اون وقت متاسفانه من یه ایمیل فرستادم برای امروز که نشون بدیم یه فیلمیه که محال شما گریه کن... بشنوید و گریه نکنید محاله برای اینکه اون کسی که فرسته در اونجا برای سرکشی به این کار داره برای با مسئول قسمت کمک ها به بینوایان و فقرا صحبت میکنه میگه آقا این قیورهای آبادانی رو این دلاوران اه خرم شهری رو اینا به جایی بدبختار رسوندن که آقا یه بابا دو تا دختر داره یه دست لباس مدرسه برای اینا داره یه دختر صبح میپوشه لباس مدرسه شو میره درسش رو میخونه ساعت دوازده میاد لباس رو در میاره خواهر بعدی کفشای اونو میپوشه جورابای اونو میپوشه لباس اونو میپوشه نمیدونم کیف اونو برمیداره میداره کتاب اونو هم می داره میره بعد از اون رو همون درس رو خوده. نداره نداره یا میگه یه روز ما رفتیم گفتیم خب بیایم به این کودکان گرسنه دبستانها ها و نمیدونم حالا هستش دبیرستان ها یا اینو آمادگی گذاشتن اینا نمیدونم و اونا رو یه نوبت چلو کباب بشو بدیم عینا داره میگه برای اون مسئول مرمود حالا یا وزیر یا معاون وزیره من نمیدم که اون گریه میکرد اون گریهش گرفت گفت اینا رو ما گفتیم که بریم چلو کباب بشون شمارشون رو حساب کرده بودیدیم مثلا فلان قد میشن و یه چلو کباب با دو تا سیخ کباب کباب کوبیده کوبیده نه برگ گفت نگاه کردیم بیدیم یه دانش آموز نصفی از این چلو کبابش که خورد کبابه که کوبیده بود لای نون گذاشت گذاشت تو جیبش گفت موقع که رفتن همه تنها که گیرش گفتم پسرم عزیزم اون کبابو برای چی بردی گذاشتی جیبت گفت یه خود سخصفه گفت من خواهر کوچیکترم در عمرش کباب نخورد منم نخورده بودم حالا دیدم خوشمزه است اونو برای خواهرم دارم میبرم اون وقت میلیون میلیون میدن به حزب الله میلیون میلیون میدن به اون سازمان تروریستی که در غزه هستش میلیون میلیون میدن به سوریه که مردم خودش بکشه کجای این مسلمونی کجای این انسانیته کجاش انسانیت پول این ملت پول اون کسانی که در آبادان مرز دارن زندگی اونها رو اینجوری بردن گرفتن اون وقت اون آقایی که مثل که وزیر یا نماینده مقام بالایی بود اومده بود سرکشی به آبادان و خوزستان اون اشک بریخت درست معلوم بود تظاهر نیست گفت چندین میلیارد من دادم اینجا رفته از بین خوردن دوزیدن خب دینی که میگه من هرچی به تو میگم باید قبول بکنی حضرت رهبر میگن که حالا شما یه نکته پیدا کردید فساد بده کردید اینقدر کشش ندین چون پای منم میاد وسط پای آقای رهبرم میاد وسط دیگه و کشش ندادم چون حرف ایشون حجته زمانی که میگن اگر برای امام حسین دو تا عشق بریزی اگر قمه بزنی تو سر بچه دو سالت اگر این کار بکنی میری به بهش یا گناه چل سالت آمرزیده میشه جرأت داری بگو نه آه، حرف آیت الله زمینه زمین مرتدی مرتدی دین و مذهب میگن حرفی که ما میزنیم تعبدن قبول کن هرگز اما و چرا نیار تو کار چون دینه میگه دنیای دیگه ای هست بگو چاش. میگه بشت دو زخی هست بگو چاش. میگه شب اول میان فلان با با حتما میدونم میان انکر و منکر میان فلان فکر نکن روش فکر بکنی مرتدی من مرتدم که بشی یکی از این حضرت آیت الله دوت کلام بنویسه ایشون مرتده یا ملحده مرگ خونت مباهه چون اصل مسئله نیست که بیچونه چرا قبول کنی به همین دلیل لغت مقلد اومد وسط چرا میگن مقلد برای که مغزش کار نمیکنه مقلد میمونه برای این مغز کار کنه که دیگه تقلید مطرح نی مرجع تقلید تو که حضرت آیت الله فرانکس؟ آخه این هر کی تو بگی بمیر میری میمیری تو ما این ماشینی حالا این آقا اومده میگه که اگر شما میخواید مسلمان بشید حالا میگه باید بدونید که ولی فقیه عین جمله خودش ولی فقیه جانشین خدایی است که دنباله امامت رو گذاشته برای شما درباره این موضوع حتما باید هر کسی که خدا رو دوست داره با... ه... 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 تمام کلمات حضرت آیت الله روشم نمیشه بگه که چیز ولی فقی میگه میگه ولی فقی وقتی بگه فقی ول ولی, فقیه یعنی که خامنه ای فرمانبری عینا چنین گفته فرمانبری از ولایت فقی باید بدون چون و چرا باشه چون و چرا نداره هرچی آخه تو چه کاره ای مردک میخواد حقوق اونجا اون مایی چند میلیون تومنی که میگیره اونجا اون سرجا باشه باید بپذیریم که ولایت فقی تجلی توحید است حرف ببینید چه گند است یک پیرمرد ناقص البدن قبلا تارزن تا هم داشته شغلش هم بزرگتر از شمداری در مشهد نبوده اینو رسونده به جا که میگه که ولایت فقیه یا ولایت فقی تجلی توحید شما هنگامی که عین جمله ها من دارم میخورم خدا رو قبول دارید باید بپذیرید که ولی فقی تجلی توحید خداوند است خب چه کسی حالا جرأت داره بیاد از این مسئله و از مهر ارتداد و مهر اتهام نترسه و بگه که بالای عینک آقای خامنه ای ابروز به تو مفسد فلزی مفسد فلرزی شما در کجای دنیا دیدید یه آدم هیچ پشتوانه حقوقی و قضایی نداره هیچ حکم رسمی دادگاهی هم که او رو دادستان بدونه و رئیس دادگاه نداره کجا شما دیدی همچی آدمی به خودش جرأت بده بگی فلان کس رو برید بکشید اما اینجا تو قوم یارو رو تخت پوست نشسته میبیسته بسمهی تعالی به طوری که شنیده این فلان کس سخنان اینطور گفت به طوری که شنیده ایمون بنابراین محدور و دمه و خونش مباهه می دست یارو میره رو میکشنش و حضرت آیت الله گفته خب این چی میگن به این کار ببینید چه وقیحانی بر ما فرمان میرانند و چه خطرناک حکومتی داریم میگه بیچون و چرا سخنان آقای خامنه ای رو بپذیرید آقا این مردک اطلاعات سیاسی نداره اطلاعات اجتماعی نداره نمیدونم اطلاعات پزشکی نداره اطلاعات فضایی هم نه هیچی نداره چی هر چی بگی من بگم خب مگه من بزم بابا خداوند یه خمیره ای در مغز آدم گذاشته که این خمیره هدایتت میکنه شما چاره جو هستید... شما سنگ و چوب و حیوان و شطور و بزرگ و اینا نیستید اما رو دادین در درازهای تاریخ به خصوص از زمان صفویه و به ویژه از چهل سال پیش به اینور... هر غلط اینها کردن شما هیچی نگفتید به ویژه که یک گوساله هایی هم میرن یه میلیون و نیم یه میلیون و نیم تشنگی گرسنگی دزدی تیراندازی هم شده چند تا شنا مردن اینا رو میرن اونجا کربلا بنام چرا میرین حضرت آیت الله گفتن که یکی از درهای بهشت در کربلا میشه یه در دیگر بهشت در نجف باز میشه یه در دیگر بهشت در کاظم وای میشه یکی دیگه در مشهد باز میشه اه؟ تمام درهای بهشت همینجا که امام ها و امام زده ها مردن وا میشن کجاست بهش که درش اونجا وا میشه من به این مسئله می دهدن. اینا تمام بزرگان مورد اعتقاد دین مردم رو برداشتن بازی چه کردن نتیجه چی میشه من ناگوسیدم هر وقت من میشنوم یک گوینده رادیو یا یک گوینده تلویزیون یا یک مبارزی در یه جایی بدترین ناسزه ها رو به پیشوایان دینی میگه که خود این آقایون خود این مفخورها بارها گفتند دیگه ناگزیر گفتن که مردم دین شدن مردم از دین بدشون میاد مردم مسجد نمیرن چرا من هر وقت که میشنوم میگم مقصر اصلی همینا اگر کسانی واقعا اگر جهان دیگری باشه و اگر جهشت و جهنمی باشه و اگر کسانی باید مجازات بشن همینا اگر داره شنوندگان بینندگان من اینا رو اگر صحبت میکنم اگر اینها رو قبول داشته باشیم فقط اینها هستند که در آتش بیسوزن اگر اون دیگه دانشی که باید به شما جواب بده از من من همیشه گفتم نمیدونم نمیدونم همون کاری که خیام کرد من نمیدونم بعد از اون مرگ چه خبره خب راست میگه ما نمیدونیم هیچ کس نمیدونیم اما دین میگه تو که مسلمونی یا نمیدونم یهودی هستی یا مسیحی هستی یا هرچی هستی وقتی من میگم هست بگو چش بگو چش چون دین اصولا سخنش سخنی نیست که فکر نکن فکر نکن اینی که من میگم همینه به هر من فقط یک چیز میگم به این گروه بی سواد به این گروه گستاخ و پررو هر اندازه شما رو بدید بیشتر جلو میان و بیشتر یاوه میسرایند و بیشتر به بت پرستی و تملق میپردازن و اون رو دنبال میکنن از دوست گرامی آقای وارتان خواهش میکنم آگه ای اگر از پخش کنند که بریم بر سر دنباله برنامه یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد فرهنگ و آینهای ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا همیهنان هم خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند پژوهشی درباره هفت سین جشتهای ایرانی و ریشه آنها روزهای آوارگی زندگی پرفراز و فرود نادرشاه پنجاه سال تاریخ کنونی ایران توفان زرد تک و تاخت مغول به ایران امیر کبیر مرد بزرگ تاریخ ایران در جرفای واجه ها و شناخت زبان پارسی شیر و خورشید نشان سه هزار ساله بابک ابرقهرمان قهرمان جاودانه ایران حافظ و کیش مهر شیر گریان یعقوب لیز مرد برتر تاریخ ایران تلفن سفارش کتاب 661 254 87 57 بیرندگان ارزمند به دنباله تاریخ میپردازیم و به سرنوشت نادر در هندوستان و دهلی به اونجا رسیدیم که از میان دختران و زنانی که برای رامشگری و موسیقی و رقص فرستاده بودند در نزد نادر و برای سران سپاه نادر به قول معروف گلوش پیش یکی از اینها گیر کرد و اون رو صدا کرد یعنی به خاجه باشی گفت بیارینش در محله اقامتگاه من و اون اومد دختری بود خیلی رک گستاخ و سریح و تنها زنی بود که حالا یا تنها سرداری هم حتی میشه گفت از میان سرداران هم همطور بود کسی جرد نمی که در چشمان نادر نگاه کنه ولی آقای این خانم ستاره لک رک توی چشم نادر نگاه میکرد و حرف میزد خلاص داستانش گفت نادر وقتی این خواستش هر چیز بهش اجازه نشستن داد گفتش که تو گفتی شوهر داری گفت بله ولی الان ندارم گفت چرا در جنگ کشته شده گفت نه گفت در نمیدونم فلان کشته شده گفت نه گفت خودش مرده گفت نه گفت چی شده گفت کشته شده ولی من او رو کشتم نادر گفت تو اون رو کشتی تو شوهرت بوده گفت بله بعد داستان میده که این آدم مغولی بود و میومد ما دژی داشت پدرم در کنار دهلی و بسیار خدم و حشم و ثروت و همه چی داشتیم زمین های اطراف اون دش هم مال پدر من بود این آمد یه روز پدر من رو از پدرم خاصگاری کرد در حالی که چهارده سالم بیشتر نبود پدرم مخالفت کرد گفت اولا این بچه است 14 سالش بیشتر نیست دوم اینکه دیگه این پرسش رو از من نخواهید دیگه این درخواست رو از من نکنید در نتیجه 5-6 ماه بعد دوباره اون سردار مغل یعنی سرداری که در ارتش هند کار میکرد ولی مغل نجات بود چون میدونید که بابرها تیره های مغل بودن که در هند سلطنت میکردن و دوباره آمد اونجا این دفعه شب بعد از شام به علت که دیر وقت بود نرفتن سهرگاه سپاهیان همراه این سردار مغول در داخل دج به قول معروف کودتا کردند و در, در وقتی پدر و برادر همین ستاره میخواست دفاع کنن اونها رو با شمشیر کشت حتی مادرش و خالش و یکی دو تن دیگر از بالای دش خودشونو پایین انداختن و کشتن که گرفتار مغول ها نشه اما این به علتی که 14 سال و نیم 15 سالش بود اینو اسیر کردن و اصل مسئله هم همین این بود حالا شهر میده میگه منو بردن اونجا سپردن به یک به دژ خودشون سپردن به یه پیرزنی پیرزنه هی در گوشه این خونده که مواظب باش اگه بگی نه هم به تو دست پیدا میکنه هم خفت میکنه هم میکشه دت اینا برابر چیز کنه این میگه من نمیتونستم با قاتلان پدرم و برادرم و کسان خودم به چشم اصلا غیر کین توزی نگاه کنم بنابراین چاره نداشتم که فعلا ساکت باشم بعد از پیرزنه به پیرزنه برای اینکه شکش نبره که میخواد فرار بکنه یا کاری بکنه گو اگه تو جای من بودی چیکار میکردی به اون پیرزن می. پیرزن هم خیال میکنه که واقعا این تصمیمی نداره حالا میخواد میگه من اگه جای تو بودم تسلیم این میشدم خلاصه تا اینجا رو من گفتم دو سه روز از این ماجرا میگذره رفته رفته اعتماد پیرزن به من جد داره بر نادر شرح میده اعتماد پیرزن به من جلب شد و کم کم از کنار من دور میشد و دقیقه های چند من رو تنها میگذاشت در این چند روز یک بار سردار به نزد من آمد یعنی همون مقوله و با پیرزن کلامی چند سخن گفت و به من نیز مهربانی کرد ولی گویا پیرزن به او گفته بود که به من زمان بده تا خوب رام بشم آنگاه مرا تصاحب کنه به همین دلیل جز چند کلمه محبت آمیز چیز دیگری به من نگفت و رفت حالا نادر با اشتیاق داره این حرفا رو گوش میده کم کم پیرزن مرا یکی دو ساعت تنها میگذاشت و به دنبال کارهای خود میرفت و من مخصوصا از اتاقی که بودم بیرون نمی اومدم تا هرچه بیشتر اون پیرزن رو نسبت به خودم مطمئن کنم مطمئن تر کنم اندک اندک این پیرزن که نگهبان من و مسئول من اون بود به من اجازه داد که در داخل کاخ گردش کنم کاخ یه ساختمانی بوده وسط اون دژ این الان تو کاخ بوده از تو کاخ هم اجازه خروج نشه نه اینکه از دژ اجازه خروج داشت دا از دژ که هیچ کس اجازه خروج نداشت بعد این بهش اجازه داده که تو کاخ از اتاقت میتونی بیای بیرون تو کاخ گردش کنی البته نمیتونستم از کاخ بیرون بروم زیرا نگهبانان فراوانی درهای خروجی کاخ رو زیر نگرش داشتن همه فکر و اندیشه من این بود که وسیله رو برای گرفتن انتقام از این سردار دیو سیرت به دست بیارم و چون همه خدمتگذاران در نهایت احترام با من رفتار بیکردن و این امکان رو به من میدادند که همه جای کاخ برم ولی همه مواظب من بودن و همه درهای درون کاخ به روی من باز بود روزی به یکی از این اتاقها سر زدم دیدم روی زمین از پوست جانوران وحشی مانند ببر و شیر و گراز و پلنگ و حتی مار فرش شده و نشان میداد که این اتاق موزه شکار سردار مغوله زمنان دیوارهای اتاق جنگ افزارهای گوناگون رو پوشونده بود و یعنی دیوارها نصب شده بودن این جنگ ها روی میز کنار اتاق هم همه گونه جنگ افزار دیده میشد بوی مخصوصی فضای اتاق رو پر کرده بود و سکوت سنگینی بر همه جا فشار بیاورد البته وقتی من وارد این اتاق شدم چون اتاق زیاد بزرگی هم نبه در بطه این ویشون میگه بزرگی نمون دیگر چیزا این خدمتگزاران اینا داخل نشدن چون دیگه تا اون حد بیرون دم در بایستاده بودن و با اتاق هم, هم یه در بیشتر نداشته در میان سکوت سنگین ناگهان پرتو امیدی بر دل من تابید با دیدن جنگ افزارها و دشنه های بسیار برا و تیز و گوناگون در کنار هم مقصود خود رو یافت اما چون می دونستم که خدمتگزاران و ندیمان گهگاه به داخل اتاق میان و مواظب من هستند هیچ واکنشی از خودم نشون ندادم <تصفح> و ضمن اینکه به دیوار و به این ابزارهای جنگی و به اجسام خوش شده این شکارها نگاه می کردم حواسم به دشنه های روی میز بود که بینم کدومش بهتره کوچیکتره براتره و چیه و دنبال اون دشنه دلخواه خودم می گشتم. البته خیلی هم زود اون رو یافتم دشنه کوچک الماس نشانی بود که از برق تیغش معلوم بود که بسیار برند است بعد به نادر میگه همین دشنه است که هم اکنون در اختیار شماست چون اگر یادتون باشه گفتم که این خاجه باشی اومد بزنه تو دهنه این با دشنه اومد جلوشو بگیره دشنه رو اونجا نادر ازش گرفت ولی اینجا خواست بهش بده گفت نه من دیگه احتیاج ندارم ولی نادر گفت مار توه و داشته باید نادر خود نگاهی به دشنه ای که در کنارش بود انداخت و دم اون رو نگاه کرد و سپس گفت عجب بسیار خوب بعد چی شد ستاره سخنان خودش دنبال کرد و گفت اون روز گذشت یکی دو ماه دیگر هم گذشت و حالا نزدیک به هفت ماه بود که در اون کاخ لعنتی زندگی میکردم یک بار دیگر نیز ظاهرا نشان دادم که به طور اتفاقی از کنار اون اتاق میگذرم باز هم سری به اونجا زدم و در یک لحظه قفلت خدمتگذاران از اون یک لحظه من سود بردم و با شتاب ولی با احتیاط دشنه مورد نظر را برداشتم و نزدیک به یک چشم به هم زدن در آستین بلند پیراهنم پنهان کردم <coughs> <coughs> با برداشتن دشنه یاد شده گویی نیمی از برنامه هم را عملی شده میدیدم. و ضمن فشردن آن در درون آستینم احساس می کردم که پشتیبان نیرومندی رو در کنار خود دارم. روزها پی در پی سپری می شدم و احساس می کردم که بخش دیگر دژ را که عبارت از استبل و جایگاه پیل ها و اسب ها و غیره بود همه رو دیگه دیدم حالا دیگه اجازه داشتم که از ساختمان کاخم برم بیرون و برم داخل دژ با وجودی که در درون دژ بودم اجازه نداشتم که خیلی از ساختمان محل سکونتم دور بشم و شگفتاور بود که بجز شانتم خدمتگزار که همگی به من احترام ویژه میگذاشتند در درون کاخ و چند تن نگهبان در گرداگرد بیرون کاخ هیچ کس دیگر را در اونجا ندیدم هنگامی که از کنار یکی دو پلنگ قفس یکی دو پلنگ که زنده بودند در درون قفس میگذاشتم دیدم که این دو دارند بازمانده پیکر یک انسان را که گویا وی را زنده جلوی اونها انداخته بودند دارند میخورند تماشای این منظره به جای اینکه مرا بترساند بیزاری و نفرت بیشتری را در من پدید آورد و هنگامی که به این به اتاق خود بازگشتم پیرزن به سراغم آمد و گفت خب جانم همه جای کاخ را دیدی دور و برش را دیدی گفتم آری خیلی جالب است گفت این کاخ و هر چی که در درون این دژ است همه از آن توست الان بیا بروی و خوابگاه آینده تو را نشاند اتاق خواب تو و سردار این را گفت و مرا به اتاق بزرگ بسیار مجللی که در بخش دیگر این ساختمان بود برد و در انجا محلی را هم برای شستشو نشان من داد و گفت از امشب تو در اینجا خواهی خفت نگران شدم گفتم آیا سردار هم خواهد آمد پیرزن لبخند مرموزی زد و گفت اگر تو بخواهی بله ولی اگر هنوز آماده نیستی او باز هم صبر میکنم چون بچه بودی تازه 15 سالش بوده دیگه گفتم اجازه بده مدتی دیگر به محیط عادت کنم آنگاه خودم به شما خواهم گفت پیرزن یکی از مستخدمان را به درون اتاق فرا و گفت این خدمتگذار ویژه توه هر کاری داشتی به او بگو خود من هم روزی سه چهار بار به تو سر میزنم پس از رفتن پیرزن من دستها و پاهایم را شستم بر روی تخت نرمی که در گوشه اتاق بود و رخت خوابی ابریشمین و بسیار نرم بر روی آن گسترده بودند افتادم و خوابیدم روز بعد پیرزن به دیدنم آمد و مستخدم ویژه ناشتایی برایم آورد و پوشش های زیبا و فاخری هم برایم در روی بیز گذاردم و به هنگام تعویز لباس دشنه را پنهانی در رخت تازه خود پنهان کردم و اصولا من در تمام مدتی که این دشنه را داشتم تا آن روز که پیش از دو ماه به درازا کشید هیچگاه آن را از خود دور نکردم دو سه هفته دیگر گذشت در این مدت پیرزن پیوسته در گوش من میخواند که سردار را بیش از این معطل نکن زیرا چه بسا که خشمگین شود و دست به کار خطرناکی بزند این بود که پذیرفتم که به نزد سردار بروم در یکی از شبها پیرزن مرا به اتاقی که بسیار آراسته و اشرافی بود برد سردار مغل که پیش از پنجاه و, پنجا و پنج سال از, بی... از سنش میگذشت در بالای تالار نشسته بود سراسر تالار رو بوی اود و کندر پر کرده بود و در برابر سردار همه گونه خوردنی و آشامیدنی گوارا چیده شده بود و تنی چند از رامشگران در اتاق پهلویی سرگرم نواختن ترانه های نشاتاور بودن نادر به سان کودکان مشتاقی که در انتظار شنیدن اصل مسئله و دنباله شیرینی داستان باشند با شتاب پرسید اه... بعد از آن چه شد ستاره گفت با وارد شدن من به تالار سردار از جای برخاست به پیشوازم آمد و گفت خوش آمدی آهوی قشنگ بالاخره راضی شدی آره زندگی این است باید خوب زندگی کنی در جایی که همه از تو حرف شنوی داشته بودند. حتی من هنگامی که چشمم به او افتاد سراپای پیکرم را بیزاری و نفرت و خشم و انتقام فرا گرفت و کوشیدم که در برخورد به خودم مسلط باشم این بود که خیلی خونسرد در حالی که سرم را به زیر انداخته بودم در پاسخ او هیچ نگفتم و آرام آرام پیش رفتم سردار دستم را گرفت به سوی تالار بزرگ برد و پیرزن بیدرنگ از اتاق بیرون رفت چند بار بران شدم که در همون نخستین دقایق تصمیم خود را عملی کنم ولی با توجه به قدرت و نیرومندی سردار حس کردم که فعلا این کار در این کار موفق نخواهم شد و هنوز زمان آن فرا نرسیده سردار هنگامی که مرا در کنار خود فرو خود نشاند دست ها را به هم کوفت و خدمتگزاران آمدند و سردار فرمان داد که ملایی بیاید و مرا برای او عقد کند اما من مسیحی بودم و به ملای او اعتقاد نداشتم نادر با شگفتی پرسید تو مسیحی هستی ستاره پاسخ داد آری مگر چه عیبی دارد نادر بلا فاصله با دست که گفت نه 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 هیچ عبی نداره هرکس آزاد است از که هر کیش و دینی را که دوست دارد برگزینم ستاره سخنان خودش رو دنبال کرد و گفت هنوز نیم ساعت از دادن این دستور نگذشته بود که ملایی که در همون دژ زندگی می کرد و گویا از قبل او را آماده کرده بودند همراه با چند از نزدیکان سردار به درون آمدند و با خواندن کلماتی که من هیچ معنایش را نفهمیدم مرا به عقد سردار درآوردند و آن مرد دیو سرشت شادمان بود که سرانجام مرا به دست آورده است ستاره لحظه خاموش ماند و به چشمان پرسشگر نادر نگریست اونم خیلی زیرک بوده بخواسته بیشتر مسئله رو شیرین کنه و گفت پس میبینید که تا اینجا به شما دروغ نگفتم و شوهر کرده بودم نادر گفت نادر که گویی جادوی سخنان دختر تا جرفای اندیشه او نفوذ کرده گفت مهم نیست دنباله کار رو بگو بعد چه شد ستاره گفت در آن هنگام سردار مغل دست در جیب خود کرد و گردنبندی بسیار گران به ها را از جیب خود در آورد و به من ارمغان داد زمان در اینجا به پایان رسیده با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید همگی رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که همیشه شادبان و تندرست و با شادی و سربلندی باشید در چنین تحریم و اوضاعی چنان در چنین تحریم و اوضاعی چنان گشته گاو مش حسن الگوی ما در چنین تحریم و اوضاعی چنان گشته گاو مش حسن الگوی ما خود ندارد شیر حتی شیردان شیر خود صادر کند هندوستان روز روزگار بر شما خوش تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران